با شما هستم، صبحتان بخیر و خوشبختانه در قسمت برنامه هم مهماندار هستم. آقای یماریان، رئیس اجماع جامعه مدنی افغانستان با ما هستن و در مورد همکاری مردم با پلیس و برنامه‌شان برای بهبود امنیت شهر کابل قرار است که بیشتر صحبت داشته باشیم با جناب آریان. پس شما هم ما را همراه باشین. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. سلام، صبح بخیر آقای آریان. سلام، صبح شما هم بخیر و صبح بینندگان عزیز که ما را همکنون از طریق تلویزیون صبح خورشید بیننده هستن. سلام و درود دارم خدمتشان. امید است که به دور از عافیت روزگار باشن انشالله. ممنون شما، خیلی خوش هستم از اینکه شما در کنار خود داریم. آقای آریان، بیشتر صحبت در مورد همکاری مردم با پلیس و برنامه های شما برای بهبود امنیت شهر کابل میشنویم از خود. بله، قراره که شما هم در جریان هستین برنامه میثاق امنیتی به ریاست معاونیت اول ریاست جمهوری محترم امرالله صالح روی دست شده و گزارشات که روزانه عامرین حوزه چی کارا را میکنند به ساعت 6:30 در صدارت که معاونیت اول ریاست جمهوری میشه برگزار میشه، از تمام معاونین حوزه و هیئت رهبری قماندانی امنیت کابل اونجا میرن جلسات خودانمایی داشته باشن و اینا یک برنامه را گرفتن روی میثاق امنیتی. و هدف از میثاق امنیتی ای بود که روابط مردم با پلیس خوبتر شود و میثاق هدفش همی است که دوباره مردم اعتماد که فاصله هایی که بین پلیس و مردم به وجود آمده بود همین فاصله ها از بین بره، که خوشبختانه ما فعلا شاید هم تو یک موضوعات هستیم. قبلا یک کس نمیتونست که از قراول حوزه داخل شوه، ولی حالا مستقیم امروی خود حوزه مربوطه به تماس میباشم و بنا به این مصافات جناب ماون صاحب اول همیشه تعقیب میکردم و اونا تنها خواستشان همی بود که مردم باید همکار باشن با پلیس. بنابراین ما شروع کردیم بعض طرح و برنامه های را روی دست گرفتیم و مثلا ما چند روز قبل دیروز نه پره روز ما سایه حوزه چهارم عکس مجرمین ما از بودجه شخصی خود چاپ کردیم با عالیش رئیس شورای مردمی نای چهارم، با رئیس شورای جوانان نای چهارم عامر صاحب حوزه را همونجا دعوت کردیم و ما به تعداد 400 دانه عکس تصاویرای مجرمینه که در سایه نای چهارم اونا اونجا دست به سرقت زده بودن یا به قتل رسانده بودن هموطنهای ما را، ما همی کمپاین را شروع کردیم و عکسای از اونا را چسباندیم و شعار ما همی بود که دیگه مجرمین هموطن ما نیستن و ما در سایه خود دیگه مجرمین را نمیخواییم. خیلی خوب، بسیار خوب. جناب آریان، بعد از این برنامه و یا این پلانی که شما این مردم عام در بین خودشان جوانا تصمیم گرفتن و تمام عکس های مجرمین را بیلبورد چاپ کردن، چقدر فکر میکنن که نتیجه مثبت میتوه و تا حالا کدام نتیجه به دست آوردن یا خیر؟ امون روز کمی کمپاین ما شروع کردیم و دوستایی که امونجا شاهد بودن حدوداً 1.5 یا 2 ساعت بعد از اینکه برنامه ما ختم شد یک تن از 11 مجرمی که ما تصاویرهایشان را به پخش رسانده بودیم با گیر آمدن و یک موضوع مهمتری است که اگر ما جوانای ما تمامشان بیدار شن ما در کنار نیروهای امنیتی خود استادگی کنیم این میتونه یک انگیزه شه بر تمام وسط جرایم بسیار زیاد پایین بیاید. این خودش در قدم نخست یک هشداری است. وقتی عکس یک مجرمی که نصب میشه به مجرمین دیگه یک هشداری داده میشه که دیگه حالا پلیس بیدار شده و اجازه نمیده که دیگه مجرم بیشتر از این پیشرفت خود داشته باشه. ما قبلا ما نیروهای امنیتی ما را ما باید همیشه حمایت کنیم و در کنارشان استادگی کنیم، چرا فعلا بیشترین قشر که آسیب دیده پلیس هستند. ما شب تا صبح در بستر خواب راحت استراحت میکنیم و پلیس بیچاره مسئولیتش ای است که کوچه به کوچه بگرده تا خانه به سرقت نشه تا کسی به قتل نرسه. چقدر مسئولیت پلیس زیاد است. اگر همین مسئولیت ما تقسیم کنیم بین خود شهروندا معلوم دار است که تامین امنیت خوبتر می باشند. بله واقعا. خب قسمی که شما هم یادآور شدین، برنامه‌ای که شما داشتین چقدر میتونن نتیجه خیلی خوب بده و همچنان همکار باشن هم با پلیس. حالا تنها این مسئولیت یک پلیس نیست. بله. که در این کشور یا در این وطنی که ما زندگی میکنیم در کشور افغانستان به خصوص مرکزش که کابل است میگن قلب افغانستان کابل است که در این کابل نامنی اینقدر زیاد است و قبلا شاید بعضی از هموطنان ما ترس راست از این داشتن که اگر ما همکاری داشته باشیم شاید هویت ما افشا شود یا هم کدام مشکل دیگه به ما پیدا شود. این هم میتونست بالای هموطنان ما بالای روحیشون خیلی تاثیرگذار باشه. اما این برنامه را که شما آغاز کردین چقدر هموطنان ما سهم داشتن و چقدر با پلیس خود همکار بودن؟ ما وقتی برنامه را شروع کردیم از طریق صفحات اجتماعی بسیار زیاد تقدیر شدن، هم از طریق وزارت داخله و هم از طریق معاونیت اول یک. و موضوع دومی که ما جلسات میثاق امنیتی را در سایه حوزه 11 و حوزه 15 و حوزه 4 گرفتیم
در تالارها. هدف از ای بود که ما بتانیم امو فاصله هایی که بازم میگم از بین رفته بودی فاصله ها را دوباره ما نزدیکتر بسازیم. و مثلا در جلسات میثاق امنیتی هم از شورای علما، از شورای جوانان، تمام عام مردمی که بخواین در اشتراک کرده میتونن و اونا یک چت گروپ درست میکنن که فعلا ما خودم چت گروپ و چندین اوزار خودم درست کردیم که جوانایی که در سایه در نقاط مختلف شهر کابل هستن ما یک گروپ ها را درست میکنیم و در او گروپ فقط عامر اوزن میباشن. هر مشکلی که ایجاد میشه در سایه شان اگر میتونیم که بسیار مشکلات اگر متوجه باشیم از گپای بسیار کوچک کوچک شروع میشه. یک کوچه که مثلا نامه، یک خانه مشکوک میباشه، یک فرد مشکوک از سایشان در گذر میباشه، موتر مشکوک میباشه، آجا تصویر از دور میگیرن در گروپ شریک میسازن، در گروپ فقط شخص عامر عوضه هستن و هویت از اینا محفوظ میمونه. اگر بسیار باز موضوع خصوصی باشه باز میتونن در پیام خانه شخصی خود عامر صاحب عوضه ایره به تماس شوند، به امرایشان روان کنن، باز اونا خودشان پیگیری میکنن. یعنی هدف و ای هست که آلا میتونن قبلا مثلا امروز یک سرباز تماس می گرفتن. بله. خب ما نمیتونیم میرم بگیم درست است پلیس و مارم بعضی مشکلات داره و پلیس از کدام کشور دیگه نامد از بین نمی جامعه هستن. امکان داره یا بچه کاکاش یا بچه ماماش امروز یک سارق دست داشته باشه یا سارق باشه دست باشه. بنا به مو بعضی مشکلات هایی که هستن اینا از بین رفته حالا مستقیم امروز خود عمر عوضه به تماس میشن که اگر هویتشان هم فاش میشه از طریق این میامر عوضه با سو وقت دیگه خود امیری نوزه کوشش میکنن که هویت خود محفوظ داشته باشه. بسیار خوب، یک پلان خیلی خوبه است و همچنان انشالله که نتیجه خوبی به دست بیارین. خوب است، این تنها وابسته به نهادها نیستن، تمام جوانا میتونن که عضویت داشته باشن یا سهم بگیرن. این برنامه‌ای که شما دایر کردین یا برگزار کردین تنها در سایه حوزه 11 گفتین و حوزه 4. بله. میشه که 15 اومد. بسیار خوب. میشه که دیگه موضوعات که همون ساعاتی که حوزه های مختلف هست جوانا بیشتر یک گروپ یک تیم رو تشکیل بدن. میشه در مورد پلان ها و فعالیت های بعدیتان که روی کدام پلان ها کار میکنین بر ما بگوین؟ ما بنا به همین که دیدیم که در سایه حوزه چهارم کمی اولین برنامه با بود که عکس مجرمین ما نصب کردیم و این نتیجه خود داد، همین برنامه را تصمیم داریم در 21 نوای شهر کابل این برنامه را پیش ببریم و خواست مهمی است از جوانای ما که با ما همکار باشن، بین که ما دیگه هم به جهان نشان بدیم که ما دیگه افغانستان گذشته نیستیم، ما میخوایم به پیشرفت بریم، ما مجرمین در بین خود نمیخوایم، سارقین نمیخوایم، قاتل نمیخوایم و انشالله برنامه ما را ما پیش میبریم، ولی به شرطی که جوانای ما در کنار ما استادگی کنن. روزی که ما تصاویرها را پخش کرد و ما را تهدید کردن، ولی ما در فکر تهدیدشان هم نیستم. چرا وقت هدف و ایده های انسان قوی باشه و خواست رضایت خداوند باشه انسان نباید از هیچ چیز بترسم. و بنا به مو از جوانای خود بازم خواهش میکنم که در کنار هم دیگه استادگی کنیم تا بتانیم یک شهر مسون و هم در امن باشه. انشالله ما همه این که آرزو و امیره داریم که انشالله امنیت باشه و زیر چتر سال زندگی کنیم. ممنون از شما، تشکر از شما. و در آخر اگر اجازه شما باشه ما یک پیام به شخص جناب وزیر صاحب داشتم که بحران کرونا میگن که موج دومش آمده و پلیس ما در قبلا هم که در اوایل ویروس کرونا بود ما نیروهای امنیتی خود یک برنامه‌ای که داشته می‌خوایم بسیار مختصر با شما توضیح بدم که اوضاعات پلیس ما از بودجه شخصی خود هم دواپاشی کردیم و با سربازا بر اوضاع پلیس ماسک و دشکش توضیح کردیم. با دلیل از اینکه مثلا دفاتر میشد رخصتی کنه، هر جای میشد رخصتی کنه، ولی اوضاعات پلیس اونا نمیتونستن با دلیل تامین امنیت نمیتونستن که رخصتی کنن. ما این از بودجه شخصی خود ماسک و دستکش توزیع کردیم. حالا میخوایم که موج دوم کرونا هستن اولین تاکیدشان باید روی اوضاعات پلیس باشه، چرا که اگر پلیس نباشه ماس معلوم دار است که امنیت نیست. پس در قدم نخست ما باید پلیس خود مثلا ماسک و دستکش اینا توزیع کنیم، باز بعد از او برنامه های دیگه که میداشته خیلی خوب. واقعا اول پلیس مجهز شد و بعدا دیگه هموطنان عزیز ما که میتونم. ممنون از شما. خب آرزومند هستم هموطنان عزیز، حالا که میگن موج دوم کرونا در راه است، همه مبارزه کردن را با این دیگه آموخته ایم، انشالله که بالاخره این هم بگذره و بتانیم یک زندگی خیلی خوبی داشته باشیم. حالا هم یک البته فن فردا تا سه از دنیا تکنولوژی را با هم یک جا تماشا میکنیم، دوباره برمیگردیم، ما را همراه باشین.